آقا فشار خون تو طب سنتی درمان داره، به خاطر اینکه علتش رو میتونی متوجه بشی. در طب جدید درمان نداره و فقط داروهای کنترل کننده میخوری، به خاطر اینکه علتش براشون مشخص نیست. فقط بخش پرهیزات غذایی رو میدونن، یعنی یه بخشی از یکی از علتهای یک نوع فشار خون ناپرهیزی های غذایی که برای اون فقط میگن آقا ناپرهیزی کن، ولی باز همون قرص کنترل رو میدن. حالا مکانیسم این قرص فشار خون چیه؟ مکانیسم اثرش، این رگ رو در نظر بگیر. وقتی که فشار خون به وجود میاد، این قرصی که میدن باعث میشه دیواره رگ گشاد بشه، خون افت پیدا بکنه و هی تا چند ساعت این حالت ادامه داره تا شما حالت طبیعی داشته باشی. دوباره باز 7 ساعت 8 ساعت بعد باید این تکرار بکنی و یه عمری باید اینو بخوری. حالا چقدر عوارض داره دیگه الله اعلم. اما تو طب سنتی علتهاشو، چون همه چیز رو بر مبنای طب سنتی بر مبنای فلسفه است دیگه، هر علتی معلولی داره. علتش یا موروثیه، وراثته، که خود وراثت قابل تغییره، یعنی تغذیه پدر مادر نامناسب بوده، بر اساس اون تغذیه یک جنینی به وجود اومده، همون تغذیه ادامه پیدا کرده، بچه از بند ناف تغذیه کرده، اون مواد دوباره اون وراثت منتقل شده، از پستان شیر خورده، با همون تغذیه شیر به وجود اومده و این بچه میل کرده و این شرایط همینطوری ادامه پیدا کرده. حالا با تغییر تغذیه پس وراثت هم تغییر میکنه، یا کبد چربه یا ناپرهیزی های غذاییه یا استراب و استرس و ضعف اعصابه. این پس میشه علتاش. حالا درمان فشار خون چیه؟ فشار خون تو طب سنتی دلیل داره و نیازی نیست برای رفع فشار خون از دارونماها استفاده بکنی که تا آخر عمرت مجبور باشی از اون قرص مصرف کنی. دلیلش اینه که بدونی میتونی فشار خون تو کنترل بکنی و درمانش کنی. یکی از دلایل بالا رفتن فشار خون اینه که حرارت خون بالا میره، بخار خون زیاد میشه، فشار افزایش پیدا میکنه. پس باید فشار خون رو با کاهش حرارت خون درمان بکنی تو این بخش. گاهی وقتا کاملا برعکسه، فشار خون به خاطر سردی و رطوبت زیاد به وجود میاد. و وقتی این اتفاق بیفته، یعنی رطوبت خون افزایش پیدا بکنه، چربی محلول در خون که تو بدن وجود داره، در خون وجود داره، سفت میشه، اصطلاحاً منقبض میشه و فشار خون به وجود میاد. این درمانش متفاوته و برای اینکه این رقت خون اتفاق بیفته و رطوبت خون کاهش پیدا بکنه، مثلا خوردن عرق بیت کاسنی شاهتره و ترنجبین خیلی میتونه موثر باشه. یکی از علامتهای اینی که تو بدون آزمایش متوجه بشی فشار خون داری یا نه، اینکه بی‌حوصله میشی و کلافه میشی و چون بدنت قدرت کافی نداره، این حالت کلافگی برات به وجود میاد. وگرنه با فشار خون معمولا اگر قدرت بدنی کفایت بکنه، فرد ناراحت نمیشه، اذیت نمیشه. ولی وقتی فشار خون بالا میره، حالت به وجود میاد و چشم حالت آبشاری پیدا میکنن و قرمز میشن. اگه فشار خون به خاطر رطوبت خون بود و پزشک تشخیص داد یا خودت تونستی تشخیص بدی علامتهای رطوبت خون رو افراد بلغمی رو تونستی مطابقت بدی با خودت، میتونی کاری که انجام بدی برای درمانش اینه که کاری که میتونی انجام بدی اینه که عرق دارچین و عرق کاسنی رو با هم ترکیب میکنی، روزی 2 تا 3 لیوان میخوری. چای سفید و پرسیاوشان و ناخونک هم میتونی به عنوان دم کرده بخوری. پرهیزات غذایی هم باید رعایت بکنی، نمک و سرخ کردنی و غذایی که غلظت ایجاد میکنن نباید استفاده بکنی. یه چیزی هم هست که میگن، بعضی از اطباء طب سنتی میگن نه نمک بخور توریت نمیشه برای فشار خون. این حرف درستی نیست و پایه اساس علمی هم نداره. یه حدسیه که میزنن، هیچ کار علمی هم روش انجام ندادن به هیچ عنوان متاسفانه، ولی خب حالا مطرح میکنن. تو میوه ها کیوی کمک میکنه که فشار کاهش پیدا بکنه. موزه ای هم میتونید سرکه رو یا آب لیمو ترش تازه رو با حنا مخلوط بکنید. کف پای فردی که فشار داره بذارید، ظرف چند دقیقه فشارشو کاهش میده. یا با آب قوره خونگی بدون نمک این کارو کنید، اسپری کنید کف پاش دائما یه 1.5 ساعتی که با آب قوره خونگی خیس بمونه، یا پاشو بذارید تو تشت آب قوره سینی که آب قوره توش ریخته باشید، یا همون حنا رو یا آرد جو رو باهاش خمیر بکنید و ببندید کف پاش. یه فشار خون دیگه داریم که مخصوص دیابتیاسون، اصلا ترکیبش و داروهاش کاملا متفاوته، که توی پست دیگه اگر که متقاضی بودید حتما براتون میگم.